برام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز 27 قوس و برابر با 18 دسامبر است. با جوش مرجل میکنیم به چند خبر مهم. از قهرمانی آرژانتین و لیونل میسی در جام جهانی خواهیم گفت که در یک بازی نفسگیر فرانسه را در ضربات پنالتی مغلوب کرد. همچنان از دیدار کرزی با محقق و خلیلی در ترکیه و متاسفانه کشته شدن 63 تن در پی انفجار موتور گاز در سالنگ. چند خبر دیگر هم داریم، اما خبرها را از قهرمانی آرژانتین آغاز میکنیم که در فینال جام جهانی موفق شدن فرانسه را شکست بدهد. یارانه لیونل میسی که جام جهانی را با یک شکست غیر منتظره در برابر عربستان سعودی آغاز کرده بودند، در ادامه توانستند که با درخشش خیره کننده ایشان به مقام قهرمانی نیز دست یابد. تیم ملی آرژانتین در یک بازی جذاب و تماشایی و با درخشش لیونل میسی و دروازه‌بانشان موفق شد که تیم ملی فرانسه را در فینال جام جهانی شکست داد و پس از 36 سال قهرمان این تورنمنت مهم شود. در این بازی لیونل میسی یک بار از روی نقطه پنالتی و یک بار دیگر در وقت‌های اضافه موفق به گلزنی شد و یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود. بالاخره میسی به رویای قهرمانی در جام جهانی نیز دست یافت تا تمام افتخارات ممکن را در دنیای فوتبال به دست آورده باشد. بازی در نیمه اول با برتری آرژانتینی‌ها ادامه داشت و در دقیقه 23 لیونل میسی صاحب پنالتی شد و موفق شد که آن را تبدیل به گل کند. چند دقیقه بعد از آن، یعنی در دقیقه 36، مک آلستر با پاس زیبایی که به آنخل دی ماریا ارسال کرد، این بازیکن خلاق آرژانتینی برای بار دوم دروازه فرانسه را باز کرد. در حالی که خیلی ها تصور میکردن کار فرانسه تمام هست، اما این تیم با تغییراتی که در خط هافبک به وجود آورد توانست که به بازی برگردد. در نیمه دوم کاملا تیم ملی فرانسه برتر بود و در دقیقه 80 و 81 موفق شد دوبار توسط کیلیان امباپه به گل برسد و کار را به تساوی بکشاند. در نخست در دقیقه 80 کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد تا تفاضل گل به حداقل یک گل برسد و یک دقیقه بعد از آن هم توسط پاس مارکوس تورام هم موفق شد که گل دوم به ثمر رساند و کار را به تساوی بکشاند. در 90 دقیقه هر دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادن و در وقت‌های اضافه این تیم ملی آرژانتین بود که گل اول را به ثمر رساند و این بار باز هم لیونل میسی توانست که توپ برگشتی را تبدیل به گل کند و آرژانتین را در آستانه قهرمانی قرار دهد. در حالی که تصور می‌شد آرژانتین با همین نتیجه بازی را به پایان می‌رساند، اما باز هم کیلیان امباپه از راه رسید و موفق شد که در دقیقه 118، یعنی 2 دقیقه مانده به پایان بازی، از روی نقطه پنالتی گلزنی کنه و هتریک کرد. در واقع باز هم بازی به تساوی کشیده شد، ولی در ضربات پنالتی این تیم ملی آرژانتین بود که عملکرد بهتر داشت و موفق شد که 4 تا از پنالتی‌هاش را تبدیل به گل بکنه و اما تیم ملی فرانسه 2 پنالتیشون از دست داد. خب پنالتی پنجم نرسید نوبتشون، تیم ملی فرانسه دیگه عملاً حذف شدن و در ضربات پنالتی قطعا در کنار عدم دقت بازیکنان بازیکنان فرانسه، دروازه‌بان آرژانتین فوق العاده کار کرد و توانست که یک از ضربات پنالتی را بگیره و بهترین بازیکن این تورنمنت هم قطعا یا او رو میتونیم بگیم یا میسی. خب حالا انتخاب بس شما هست، هر کدوم شانه که میگیم، ولی فوق العاده بود. بر صورت تیم ملی آرژانتین پس از 36 سال قهرمان شد، اما امسال قهرمانی برای میسی ویژه تر بود. میسی که در آخرین سالهای حضورش در مستطیل سبز هست، ممکن است که حتی از تیم ملی آرژانتین هم خداحافظی کند. اگر در فینال امشب هم شکست میخورد، شاید بدترین شکست عمرش را تجربه میکرد. میسی که در سال 2014 هم در فینال حضور به هم رساند و اما در برابر آلمان شکست خورده بود. برای میسی و هوادارانش تبریک میگیم و حالا دیگه میسی هیچ افتخار نیست در دنیای فوتبال که به دست نیاورده باشد. خب هر صورت خبرها رو از داخل افغانستان ادامه میدهیم و خبر بعد متاسفانه کلان از داخل افغانستان داریم. اول از بامیان آغاز میکنیم. موتر مولوی مقبول آمر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بامیان 3 تن را زیر گرفته است. وضعیت یک تن از زخمیان وخیم گزارش شده و پای او از 3 جای شکست است. منابع مردمی از ولایت بامیان در گفتگو با رسانه‌ها میگوید که موتر مولوی مقبول با سرعت غیر مجاز در حرکت بود و
سه تن را زیر گرفته که آنان به شفاخانه منتقل شده و یکشان برای تداوی بیشترشون وضعیتش وخیم بوده به کابل منتقل شدند. دو تن دیگر هنوز در شفاخانه در بامیان تحت درمان قرار دارد. اما ریاست امر به معروف طالبان ضمن تایید این رویداد میگوید که مولای مقبول با موترش فرد را زیر نگرفته، بلکه یک موترسیکل با سه سرنشینش خودشان را به موتر آقای مقبول کوبیده و در نتیجه جراحت برداشته است. خبر بدتر اما از سالنگ داریم. در نتیجه انفجار یک موتر گاز در سالنگ به 63 نفر جان باخته و 32 نفر دیگر نیز زخم برداشته است. قبلا مقام های طالبان گفته بود که در این رویداد 19 تن کشته شده و بیش از 30 نفر زخم برداشته است. اما اکنون منابع در گفتگو با رسانه ها آمار کشته شدگان را 63 نفر اعلام کرده است. گفته شده است که این موتر گاز در نخست آتش گرفته و سپس انفجار کرده که در نتیجه شمار زیادی از موترهایی که در نزدیکی او بوده هم آسیب دیده و کسانی که سرنشین این موترها بودند هم شمار زیادی جان باخته و شماره هم زخم برداشته است. برخی منابع میگوید که امکان افزایش آمار قربانیان نیز در پی این رویداد وجود دارد. دیروز نیز در سالنگ یک موتر تیل آتش گرفته و در نتیجه شمار زیادی زخم برداشتند، هرچند که مقام های طالبان گفتند 16 تن در این رویداد زخم برداشتند که زخمشان هم سدی هستند. اما برخی منابع مدعی هستند که تلفات رویداد بیشتر بودند. اما در انفجار امروز طالبان شمار کشته شدگان را 19 تن و زخمی را 30 نفر اعلام کرده، اما منابع مردمی آگاه شمار کشته شدگان را 63 و زخمی را 32 نفر اعلام کرده است. در مورد چگونگی این رویداد هنوز هم اطلاعات خیلی دقیقی در دسترس نمی باشه، اما برخی ادعا هم اینطوری هست که گویا دیروز انفجاری که صورت گرفته بود و موتر تیل که در نخست آتش گرفت و بعدن انفجار کردن، این موتر گاز زیر خاک شده بوده و طالبان چون را باز کرده بود و بررسی دقیق نداشته، در نهایت امروز و هم انفجار کرده که این فاجعه بزرگ خلق شده است. اما در مورد چگونگی این رویداد هنوز هم جزئیات دقیق نمیشد ارائه کرد که اصل قضیه چگونه بوده. متاسفانه بسیار خبری بدی بود و شوکه کننده ای که بار دیگر جامعه افغانستان را سوگوار کرد. حامد کرزایی در سفرش به ترکیه با محمد محقیق و کریم خلیلی دیدار کردند. آقای محقیق و آقای خلیلی در صفحات فیسبوکشان با نشر عکسی از خود و حامد کرزایی نوشته است که با حامد کرزایی در مورد مسائل مختلف جاری در افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلی نوشته است که آنان گفتگوهای بین افغانستانی را یک ضرورت میپندارد. آقای رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزایی در نخست سفر به دبی داشت، با برخی چهره‌ها در دبی دیدار کردن ادعا می‌شد که با اشرف غنی احمدزی هم دیدار کرده حامد کرزایی، ولی این خبر تا به حال سوی این دو تایید نشده است. بعد اون سفر به آلمان داشت که با شماره از چهره‌های سیاسی از جمله فضل احمد معنوی از اعضای ارشد جبهه مقاومت هم دیدار کردند. اکنون به ترکیه رفته و به دیدار برخی رهبران جهادی انتظار می‌رود که او با برخی از چهره‌های دیگر از جمله محمد نور و مارشال دوستم نیز دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه طالبان از رسانه‌های ایرانی خواست است که به نفع این گروه تبلیغ کند. به تازگی سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل به دیدار امیرخان متقی رفته و شماری از نمایندگان رسانه‌های ایران هم در دیدار آنان حضور داشته و امیرخان متقی از رسانه‌های ایرانی خواست است که تصویری واقعی از افغانستان را ارائه کند. منظور از تصویر واقعی این که به نفع ما تبلیغ کند و خبرهای مثبت را بیشتر پوشش بدهد و خبرهای منفی را پوشش ندهند تا اینگونه حکومت ما در بین ایرانی‌ها بدنام معلوم نشود. وزارت خارجه طالبان به نشر اعلامیه گفته است که دیپلمات‌های ایرانی وضعیت جاری افغانستان را مثبت ارزیابی کردند و گفتند که سفر نماینده‌های رسانه‌ها به کابل به این دلیل بود که وضعیت از نزدیک ببینند و آن را انعکاس بدهد. در اعلامیه آمده است که امیرخان متقی از آنان خواسته است که چهره واقعی افغانستان را به نمایش بگذارد. این در حالی است که به تازگی جمهوری اسلامی ایران سفیرش در کابل را هم تغییر داده، یعنی حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان به عنوان سفیر جدید آن کشور گماشته شده است. در پی اظهارات آقای بهادر امینیان سفیر پیشین ایران در کابل که گفته بود طالبان یک مصیبت برای منطقه و جهان است، چاره جز تعامل با آنان نداریم و این گروه وحشی است و باید با آنان برخورد کنیم طوری که متمدن شوند، بالاخره از وظیفه‌اش برکنار شد. ظاهرا ترس از کشته شدن او در افغانستان علت تغییر او بوده است. و حسن قومی البته همچنان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان باقی خواهد ماند. و خبر اخیر این که بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که پاکستان میتواند در استراتژیش نسبت به طالبان
تجدید نظر کند و ما گفته است میخواهد با طالبان تعامل کند و تا آنان به سر پای خود ایستاده شود و افغانستان هم شاهد صلح و آرامش باشد. و اما تاکید کرده است که مداخله تروریسم در افغانستان و تروریسم بین المللی و حضور تروریستان بین المللی در افغانستان و جا دادن طالبان پاکستانی توسط طالبان در افغانستان سبب شده است که پاکستان نگرانی های داشته باشد و ممکن است که با روند جاری که طالبان به پیش گرفته است پاکستان هم در مورد سیاستش در قبال افغانستان تجدید نظر کند. این در حالی است که پس از درگیری های مکرر بین مرزبانان پاکستان و طالبان قرار است که هیئت 4 نفری از شورای علمای پاکستان به کابل سفر کرده و سپس به قندهار برود و با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کند. از توجه و همراهتان جهان سپاس و درود دیگر بدرود.